سلام و وقت شما بخیر. به خبر امروز سه‌شنبه 12 قوس سال 1398 هجری خورشیدی خوش آمدید. در آغاز سرخط چند خبر. هزاره ها در میدان وردک نصف نفوس را دارند اما با سهم اندک. اما سهم ما در حکومت محلی چی است؟ ایرا جرأت نتونستین از اسکرین نشان بتین، اما رسانا بگیره ایرا. شما در 42 بست ولایت میدان وردک اگر یک نفر از قوم هزاره پیدا کردین ما جوابگو هستم. نمیفهمم هزاره ها شایستگی زیرا نداره یا مو اعتماد به دست نورده. اگر کرسی و حکومت مسئولیت است اجازه بتین امی قومی که به مدنیت مشهور است امینا هم امی مسئولیت بگیره یک بار خدمت کنه برای دیگه مردم افغانستان. برگزاری نمایشگاه خشونت علیه زنان در شهر هرات. جمع آوری بیش از 17 میلیارد افغانی از کریدیت کارت های موبایل. و لیونل میسی ششمین توپ طلاییش را دریافت کرد. فاطمه امیری هستم با مشروع خبرها. هزاره ها نیم جمعیت میدان وردک را دارند اما صاحب یک کرسی اند. مهدی راسخ نماینده ولایت میدان وردک در مجلس نمایندگان به یک خبرنامه گفته است که سهم باشندگان هزاره این ولایت در ساختار حکومت محلی در مقیاس با جمعیت هزاره های این ولایت هیچ است. و گفته او تنها یک هزاره در ساختار حکومت محلی میدان وردک شامل است. نفوس هزاره ها را می تواند سهم این ولایت در شورای ملی تخمین کرد. از 5 نماینده در مجلس نمایندگان 3 تن و از 15 عضو شورای ولایتی 8 تن هزاره اند. آقای راسخ این نو ساختار را ناعادلانه می خواند و می گوید از میان 42 کرسی ارشد در مقام ولایت میدان وردک تنها یک زن هزاره به عنوان مستوفی فعالیت دارد. این نماینده مجلس میگوید این موضوع را با مقام‌های محلی در میان گذاشته است اما پاسخ مناسب دریافت نکرده و اکنون این بی‌عدالتی و ظلم را با مجلس در میان می‌گذارد. محب الله شریف زی سخنگوی والی میدان وردک به این خبرنامه گفته است که در ساختار حکومت محلی این ولایت ترکیب اقوام مراعات شده و این ادعا به بنیاد است و گفته ای او تمام کرسی های حکومت محلی این ولایت از طریق آزمون کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اخذ می شود. برگزاری نمایشگاه خشونت علیه زنان در شهر هرات. نمایشگاه نقاشی به مناسبت کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان به هدف نمایش انواع خشونت بر علیه زنان در این ولایت افتتاح گردید. بنفشه سهراک یک از برگزار کنندگان این نمایشگاه است میگوید هدف از راه اندازی این نمایشگاه به نمایش گذاشتن دردها، رنجها و آزار و اذیتهای بانوان میباشد که از طرف پروژه مشارکت راه اندازی گردیده است. او افزود در این نمایشگاه حدود 50 اثر از 5 بانوی هنرمند که در طول 20 روز روی این آثار کار نمودند در معرض دید عموم گذاشته شده است. جمع‌آوری بیش از 17 میلیارد افغانی از کریدیت کارت های موبایل. شیرشاه نوابی سخنگوی وزارت مخابرات به یک خبرنامه گفته است از ابتدای دریافت مالیات از کریدیت کارت های مصرفی موبایل تا کنون 17 میلیارد و 833 میلیون افغانی جمع آوری شده است. نوابی بیان کرد در سال روان نزدیک به 4 میلیارد افغانی بابت 10% مالیات به دست آمده است که پیش از این جمع‌آوری به صورت دستی صورت می گرفت اما اکنون سیستم این کار را بر عهده دارد. او گفت در حال حاضر شرکت مخابراتی سلام به گونه 100% به این سیستم وصل شده و شرکت های روشن و MTN نیز به این سیستم متصل شده اند که پس از تحلیل اطلاعات تا چند هفته آینده این شرکت ها نیز به گونه کامل به این سیستم وصل خواهد شد. وزارت مالیه در سال جاری 179 میلیارد افغانی عواید جمع آوری نموده است.
قراردادهای استخراج معدن طلا و میس از سوی شورای عالی اقتصاد فسخ شد. قراردادهای استخراج معدن طلای بدخشان و میس سرپل که با دو شرکت داخلی و خارجی به امضا رسیده بود از سوی رئیس جمهور غنی در شورای عالی اقتصاد فسخ گردید. قراردادهای استخراج معدن طلای بدخشان و میس بلخاب سرپل در ماه اکتبر سال 2018 در واشنگتن با شرکت‌های افغان گولد و افغان سنترال به امضا رسیده بود که شرکت‌های آمریکایی، ترکی و بریتانیایی نیز با این دو شرکت شریک بودند. عبدالقدیر مطفا سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفته است که علت فسخ این قراردادها با این دو شرکت عملی نشدن تعهدات مالی، اقتصادی و سایر تعهداتی که در این قرارداد درج بوده می باشد. بر اساس این قرارداد هر دو شرکت برای استخراج معدن طلای بدخشان در 3 سال اول مرحله اکتشافی حدود 22 میلیون دلار و برای معدن میس سرپل 56 میلیون دلار سرمایه گذاری می کردند. لیونل میسی ابرستاره دنیای فوتبال توانست 6مین توپ طلا و عنوان بهترین بازیکن سال را کسب کند. مراسم توپ طلای 2019 با اهدای توپ طلا به لیونل میسی پایان یافت. در این مراسم عنوان بهترین بازیکن جوان به ماتیاس دلیخت بازیکن جوان تیم یوونتوس رسید و الیسون بیکر دروازه‌بان لیورپول بهترین دروازه‌بان سال جهان شناخته شد. در بخش فوتبال بانوان نیز مگان راپینو به عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال بانوان شناخته شد. گفتنی است لیونل میسی با دریافت 6مین توپ طلا اولین بازیکنی به حساب می آید که توانسته 6 توپ طلا را کسب کند. بعد از او کریستیانو رونالدو با کسب 5 توپ طلا دوم است. بیننده های گرامی، در بخش پایانی سرویس خبری امروز قرار داریم. سپاس از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. بقیه اوقاتتان خوش. الله نگهدارتان.